نون نوشتن اثر استاد محمود دولت آبادی قسمت سوم سی و دو به ایران و مردم ایران زیاد فکر کردم شاید تمام عمرم در اندیشه های ناآگاه و آگاهانه نسبت به ایران و مردم سپری شده است حتی می توانم ادعا کنم که تمام آنچه را که نوشتم از رنج و عشق به این سرزمین ناشی شده و و حتی عشق به جهان و نوعا به مردم جهان نیز از همین رهگذر فراهم آمده است بنابراین اگر بگویم که ما مردم ایران هنوز ملت به معنای مردمی یگانه و یک پارچه نشده ایم باور کنید که بیش از اعترافی دردناک نخواهد بود می بینم که در واقع ما اقوامی هستیم که در پاره ای از خاک زمین دور هم جمع آوری شده ایم و یا دقیق تر آن که بگویم کنار هم چیده شده ایم بیان که امکانات نزدیکی و آمیختگی را که زمینه های یگانگی ملت هستند در اختیار داشته باشیم. بنابراین آنچه در این میان ملت ما کم است عشق به ارزش های ملی است که از گرایش های ناگزیر قومی و منطقه ای ناشی می شود. یکی از رسالت های انقلاب مشروطیت که مبتنی بر اقتصاد ملی بود و اصلا درک نشد یا مجالی به آن داده نشد رفع همین نقیصه بزرگ بود با توجهات مادی. چون برجازی با هزاران عیبی که دارد می تواند از این حسن جبری برخوردار باشد که بر حسب نیازهایش در جهت فتح بازارها به همبستگی و یگانگی ملی کمک موثری بکند اما چنانکه تاریخ میگوید انقلاب مشروطیت هم منحرف و خونسا شد و شاید یکی از عوامل متعدد آن که ارزش نفت به طور مضاعف و متضاید باشد که ایران را از شیار ترقی خواهانه داخلی منحرف کرده و به صورت فروشنده نفت و خریدار کالا درآورد و لاجرم اقتصاد ملی ایران را به صورت واسطه ای در این رابطه به کار گرفت و مردم ما همچنان در تاریخ و جغرافی های سنتی خود باقی و بیگانه از هم باقی ماندن که این بیگانگی همچنان به عنوان موجبات تشدید خودبینی و بدبینی و بخل و قرض عمل می کند و زمینه است که هر تخمه زیانباری را می توانند آن بپاشند و اطمینان داشته باشند که خواهد روید و به بار هم خواهد نشست این همه بخل این همه بخل و خود بودی از چه ناشی می شود پس کمتر اندیشه ورزی را دیدم که از ابداعات و آفریده های عام در میان مردم خود احساس خورسندی کرده باشد نه ما مردم هنوز حتی به مرحله خودیابی هم قدم نگذاشته ایم و اگر وارد چنین مرحله بزرگی بشویم اگر دیر نشده باشد می توان امیدوار بود که یک ملت بدبیار و بدبخت پنهانی مستعمره قدم در آغاز راه گذارده و میرود که خود را از مرزهای قومی به دایره وحدت و یگانگی بر حس به نیازهای اقوام و تصاوی حقوق همه اقوام و ملیتها نزدیک کند و این کشور را با جهان مربوط سازد. در غیر این صورت هر قدمی که برداشته شود و هر کاری که انجام بگیرد در حصار فردیت خود حبس خواهد ماند و خواهد پوسید و در این سنگلاخ که ما هستیم من در رشته خود به نقش هنر و ادبیات امید بستم و جالب این که چون کلیدر به انجام رسید آگاهانه دریافتم که نمودهای همه اقوام ایرانی در آن حضور یافتند و این اتفاق فرخنده خود به خودی رخ داده است. برای یک فرد انسانی و همچنین برای یک جامعه انسانی فاجعه وقتی به اوج خود می رسد که احساس کند هیچ نقشی در پیش برد تحول و دگرگونی سرنوشت خود ندارد. همین احساس فجی کافی است تا انسان از درون متلاشی شود و با چشمان باز ببیند که دارد از پا در می آین. چون وقتی که انسان یا جامعه و یا حتی گیاه رشد پیش رونده ای نداشته باشد الزامن رهز پار فنا و نیستی می شود. و البته در فاصله آغاز رکود تا نیستی بر اثر عدم پیش روندگی دوچار فساد و تباهی می گردن. چه انتقام وحشتباری، چه انتقام موهنی، چه نکبتبار. وای بر ناامیدانی که ما هستیم چون انسان ممکن است بتواند از شر تا اون نیمه جانی در ببرد اما از شر ناامیدی ممکن نیست جان به آفیت در ببرد وای بر ناامیدانی که ما هستیم با این نفرت و ناامیدی که چون بدترین بلاها در روح ما مردم را سوخ کرده و لحظه به لحظه فراگیرتر می شود چه جور آینده ای در انتظار ما خواهد بود چجور آینده ای تدارک دیده شده جنون جنون این مردم دارند و چار جنون نومیدی میشوند و وای بر نومیدانی که ما هستیم سی چار سالها می گذرد که من به مناسبت کارم نویسندگی به نسبت بزاعت خودم همیشه به زبان فارسی و امکانات و ظرفیت های زبان اندیشیدم یکی از مراحل اندیشیدن درباره زبان وقتی بود که در زندان اوین ماهای آخر محکومیت خودم را می به سال 1355 البته هرگز روشن نشده برایم که یک موضوع معین چگونه و تابع چه شرایطی به ذهن راه پیدا می کند یا به عبارتی در ذهن بیدار می شود. بنابراین نمی توانم توضیح بدهم که چرا در لحظه خاص دچار اندیشیدن به موضوعی خاص شدم البته این را میدانم که آنچه به ذهن من راه یافته اصلا بکر و تازه نبوده اما از آنجایی که این کار به صورت نظام یافته درباره زبان فارسی انجام نگرفته شاید بتواند روزگاری این یاد داشت همچون یک پیشنهاد مورد توجه دولت و ملت قرار گیرد و به قابلیت تر پیدا کند. چون زبان فارسی از دیرهنگام نقش بسیار ارزندهی در زنده داشته مردم ما داشته و در مجالهای تاریخی که یافته تجلیگاه اراده ملی ما در جهت استقلال، آزادی و عدالت و یگانگی شده است صرف نظر از دورانهای دیرین تاریخ ایران و نقش زبان فارسی در جهت تجلی روح و اراده مردم ایران نظیر قرون سوم تا هفتم هجری شخصیت و قابلیت زبان فارسی در عهد جدید کاملا روشن و آشکار بوده. یعنی اینکه زبان فارسی در دوره از آستانه انقلاب مشروطیت تا امروز به صورت برجستهی متحول شد و به طور مستمر و ناگسستهی در شدن و نو شدن بوده و در هر دههی به سوی پالایش بیشتر پیش رفته است. ظهور شخصیت چون علامه دهخدا احمد کسروی جمالزاده صادق هدایت مجتبا مینویی و بسیاری دیگران که به امثال آن جلال آل احمد ابراهیم گلستان و شاهروخ مسکوب امتداد یافته گیرم که با خواسته گوناگون در عقیده و اندیشه یک هدف عام و ملی را در زمینه زبان و ادبیات پارسی آگاهانه و یا خود به خودی در خود داشته است و آن همانا پیرایش و پالایش و آرایش زبان بوده از مغلق به روان و از تصنع به طبیعت و از ضعف به قدرت در همین زمینه البته با مایه های ناسیونالیستی افراطی فرهنگستان زبان در عهد رضا شاه پهلوی دایر شد که خود توانست واژگان و ترکیباتی تازه ساخت را در زبان فارسی وارد کند و جا بیاندازد اما این فقط یکی از اشکال یاری رساندن به زبان است و نه تمام آن چون زبان صرف نظر از قابلیت ها و ظرفیت های ترکیبی وجوه دیگری را هم داراست که می توان و باید از آنها بهره گرفت و دقیقا تمام وجوه ظرفیت های یک زبان در ارتباط با یکدیگر می توانند در جهت باروری آن خود را تقویت کنند و به پویشی خلاق برسند پس کار فرهنگستانی اگرچه لازم است اما بدان صورت خشک و انتظایی نمیتواند کارساز نهایی باشد و دیری نخواهد پایید که به خستگی و تکرار و جمود منجر خواهد شد. اما اگر فرهنگستان زبان به صورت زنده و همچون مرکزی در برگیرنده تمام وجوه زبان به کار درآید تازه در خواهد یافت که به معنای نامی که بر خود نهاده است دارد نزدیک می شود. همچنین است کار واجه سازی های گروهی، معادل سازی و غیره. بنابراین نخست می باید امکان همکاری و کار هماهنگ در زمینه زبان فارسی در جامعه فراهم آید و این کار به مسابه یکی از مهمترین رشته های فرهنگ در دستور کار دولت قرار گیرد. و سپس گروهی از خردمندان متفق بر سر این نظر یعنی بازیافت قابلیت زبان و باستازی آن طرح اجراییان را ارائه بدهند و با عشق به زبان و سرزمین و فرهنگ ایران کار خود را همچون مهمی که باید به انجام برسانند آغاز کنند. بنابراین در جهت بازیافت و پالایش و نیرومندی زبان می باید زمینه پژوهش را به دو بخش عمده تفکیک کرد. یک پژوهش مکتوب در نگاشته ها دو پژوهش عینی در نانگاشته ها اما پیش از ورود به میدان های پژوهش می باید اهداف کار به طور مشخص روشن شود و آن را درک کرد که عمدتا در پیراستن و پالودن و نیرومند و کاراتر ساختن زبان خلاصه می توانند شد یک پژوهش مکتوب که آن خود دو بخش است الف واجه یابی به واجه سازی. الف واجه یابی یکی از ضروری ترین و حتمی کارهایی است که می تواند انجام بگیرد و طبعا کاری خواهد بود گروهی و سازمان یافته بدین ترتیب که زبان را در تاریخ و با تقدم تاریخی باید مورد پژوهش قرار داد و این به دوربندی تاریخی زبان نیاز دارد در این روش یکی از کارهایی که خود به خود پیش خواهد آمد ریشه‌یابی زبان فارسی به طور کلی ریشه‌یابی یابی ها و ریشه‌یابی واژگان است بنابراین پژوهش در زبان و گویش های پیشین ایرانی پهلوی اوستایی و غیره به عنوان پیش پژوهش کاری بایسته است و آن را به مسابه مقدمه ای که پیوسته در متن پژوهش جریان خواهد داشت باید پذیرفت و بدان پرداخت. بدیهی است که این کارها کم انجام نگرفته، جداگانه و پراکنده. مرحله دوم پژوهش است در زمینه بازایی زبان فارسی در پسین ناتوانی فرمانروایان عرب بعد از چیرگی اسلام بر ایران و کار معنوس از آن تاریخ به این سو میتواند دنبال شود به ترتیب و توالی تاریخی به طور منظم بدین معنا که نخص میباید سیاهه کاملی فراهم شود از تمام متونی که به زبان فارسی نگاشته شده در تمام ها از شعر گرفته تا مردهای مربوط به گیاه شناسی طب و نجوم و ضمن کوشش پیگیر در فراهم کردن سیاهه سیاه و فراهم آوردن تمام متون ممکن از کتابخانه های تمام کشور مردخانی آغاز خواهد شد و بیرون آوردن واژگان و نمایه کردن آنها به تناسب حج و زمان سپس پژوهش است در شناخت واژگان و یافتن ریشه آنها کاربردشان چگونگی بسودگیشان معنا و مرادشان در دوره خود و غیره بدیهی است که مورد دستبندی موضوعی واژگان پیش خواهد آمد بر حسب حرفه ها و کارها و دستبندی خواهند شد واژگان رزمی در جای خود و واژگان کشاورزی در جای خود واژگان تجاری در جای خود و غیره پس با کوشش سالها به دست خواهد آمد فرهنگ جامعه واژگان مکتوب در زبان فارسی از دیرین تا امروز با شیوه هایی که خود در کار کش خواهند شد و با جزئیات و ذرایفی که ذهن آدمی در جریان کار بدانها دانها دست خواهد یافت و این بر عهده کنندگان اهل و عاشق کار است و آنچه آمد بس کلیاتی از آن کار بزرگ خواهد بود به واجسازی از آنجایی که زبان ما هنوز پر است از واژگان بیگانه ام از ترکی، مغولی، سقودی و عمدتا عربی و در دوره جدید آغشته است به واژگان فرانسه و انگلیسی و حتی رومی در جهت فراگیر شدن و همه فهم شدن زبان کاری بایسته است و به هر روی اندیشه ورز فارسی زبان می که بتواند رخت زبان خود را بر اندام ساخته و نامهای غیر بپوشاند. از این رو صرف نظر از ضرورت دستیابی مردم ما به امکانات ساختن و سازندگی اشیا و وسایل که آرزوی عام تلقی می شود اندیشه ورز ایرانی نمی تواند قافل بماند از وسوسه جایگزین کردن واژگان خود به جای نامهای چیزها و ساخته های بیگانه اگرچه در مواردی تلاش است عوض چون همه زبان ها در عین حال دارای یک رگه عام بین هستند و, هستن و خواهند بود. همچون یک امر ضروری. اما واجه سازی در جای خود ضرورتی است که از جبری تحمیلی ناشی می شود و نمی توان و نباید آن را نادیدش گنگاشت. در این راه به گمان من می توان یک زبان قراردادی ابدا کرد و بر سر آن به توافق رسید. مثلا به جای آسانسور می توان گفت با پا و این به معنای بالابر بر پایین آور است در حالی که اکنون به جای آسانسور گذاشتند بالا و معلوم نیست بخش دوم کار چه می شود اما آنچه من می خواهم در این زمینه یعنی واجه سازی اشاره کنم ارتباط آن است با واجه یابی چون چه بسا واجه های یافته شده بتوانند در این کار به یاری آیند و از دشواری بکاهند به خصوص من تاکید دارم بر واجه یابی اینی که عنوان کردم و شهر خواهم داد در چگونگی آن. بنابراین تلقی من چنین است که واجه سازی در صورتی میتواند خلاق و پیشرونده باشد که بر دو زمینه فرهنگ مکتوب و فرهنگ گویشی تکیه داشته باشد. در واقع مساله زبان را در ظرفیتهای خود زبان باید جستجو کرد. و ظرفیت های زبان را در حدود و میدان مشخص باید جستجو کرد. یک زبان مکتوب که پژوهندگان و دانشوران ما کارهای پردامنه و بسیار مهمی انجام دادند چاپ شده و نشده. دو زبان گویه و آنچه آمد چیزی جز خطوط کلی نیست و اهل کار و پژوهش می توانند جزئیات و ظرایف آن را بیابند که خواهند یافت و به تب روش جامعه آن را خواهند نگاشت و به کار در خواهند آمد. چنانچه من می نویسم فقط برداشت های شخصی است از امکان کاری آرزومندانه آن هم از زمره تعملاتی است که در زندان داشتند. دو پژوهش عینی چنانکه از عنوان مطلب پیداست این بخش کار اختصاص دارد به واژه‌یابی در نانگاشته ها. به سخن دیگر واژه‌یابی در زبان گویه و در گویش های گوناگون زبان فارسی. از دید من اهمیت و باروری و برایند آن کمتر نیست از واژه‌یابی در متون و نگاشته های ادبیات فارسی. چرا که همیشه زندگی زایاتر و غنیتر است از آن پاره های شده زندگی در برگ های کاغذ که بیشترشان در خاک پرشرر تاریخ گم و ناپدید شدن یا نوارهای فیلم و عکس بنابراین شیفتگان خردمند زبان و ادبیات فارسی به طور یقین به جانب زبان گویه کشانده خواهند شد چنانکه تاکنون تا کنون نیز افراد به طور پراکنده با شوق شخصی به جانب آن رفتند و در حیطه کار خود به نسبت زحمتی که کشیدند کامیاب هم بودند. اما سخن بر سر زبان و فرهنگ یک ملت است و کار یک ملت با دست یک یا چند فرد نمیتواند به بهره کامل برسد. و به گمان من برای آغاز به چنین کار مهمی جز با یاری و همکاری مردم بهره دلخواه به دست نخواهد آمد. خلاصه اینکه زبان مردم ایران فقط به یاری و همکاری مردم ایران حتی به یاری کسانی که زبان را فقط مصرف می کنند و ظاهرا کمترین اهمیتی برای آن قائل نیستند می تواند بارور غنی و پالایش شود و دلیلی وجود ندارد که ما از توده های غالبا بی سواد و کم سواد مردم توقع برخورد آگاهانه با زبان داشته باشیم اما این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که صرف برخورد ناگاهانه مردم با زبان به معنای بیتوجهی آنها به زبان نیست و باید بدانیم که نحوه برخورد مردم با زبان به معنای آن نیست که مردم را نامتعهد نسبت به زبان تصور کنیم بلکه لازم است ارزش زایش زبان در میان مردم و ارزش ایشان در نقل و گسترش و تعمیق زبان را درک کنیم و چنین درکی را نیز درک مردم از ارزش خود و ارزش زبان به ایشان انتقال دهیم و بدین وسیله یادآور شویم که توجه یافتن زبان صرفا یک بازی با واجگان نیست بلکه هدف از توجه به زبان توجهی است که یک ملت به فرهنگ ملیت و قومیت خود دارد و در چنین مهمی خودجویی و آگاهی بیشتر نسبت به ارزشهای خود نهفته است خودیابی در جهت یگانگی و تفاهم و ارزشگذاری عادلانه نسبت به یکایک که اقوام و یکایک که افراد ایرانی با درک و باور چنین حقیقتی از جانب خردمندان مسئول است که در پیگیری منظم و سازمانی و برخوردار از پشتیبانی جدی دولت می توان به مردم تکیه و به آنها اعتماد کرد پس کار دشوار پیچیده و در عین حال امیدبخش فرهنگستان فرزی ما می تواند در پیوند با انبوه مردمان گوناگون آغاز شود. به این ترتیب که فرهنگستان از صورت دربسته و کوشش های انتظایی بیرون خواهد آمد و به صورت کانونی که رشته های بیشمار آن به تمام نقاط ایران پیوند دارد تغییر خواهد یافت. چون با تصور آنچه من در خیال دارم هسته های فرهنگی نه تنها در شکل سازمانی خود در تمام شهرها، شهرستانها، مراکز استان، بخشها، دیه ها، دهکده ها، قصبات و کلاته ها به وجود خواهد آمد بلکه فرهنگ جویی همچون گروبول های زنده و فعال در تمام شریان های حیات ما در تکاپوی پیوسته و بیوقفه خواهند بود دوچار توهم نشوید قصد من آن نیست که یک تشکیلات اداری عریض و طویل که خودش خودش را فاسد خواهد کرد جهت این کار درست بشود و بار جداگانه روی دوش ملت بگذارد برخلاف چنین تصوری آنچه من منظور دارم بهره برداری همه جانبه از همه افراد ملت است به درجات ممکن و سامان سازمانی زبان کارش ایجاد و برقراری و پیوستگاری انبوه نیروهایی خواهد بود که دستن در کار این مهم خواهند بود و حدود اداری کار صرف نظر از جماعتی کارشناس زبان بیشتر به نیروهای متکی خواهد بود که در وزارت های دیگر اوقات فراغت خود را به خصوص در ولایات به بتالت می و مهمترین این وزارت ها که می توانند در کار خدمت به زبان موثر باشند نخست وزارت آموزش و پرورش و سپس وزارت بهداری است و دیگر نهادهایی است که رابطه ای الزامی و ناگسستنی با مردم دارند به این ترتیب در هر شهر یک کانون زبان با تعداد معدودی کارشناس علاقمند کافی خواهد بود تا در شعاع مربوط به کار خود کوششهای یاوران زبان را نزب و نسق بدهد و از وجود افرادی علاقمند نظیر آموزگاران مأموران بهداشت کت خدایان مردم پخته و سواد آموخته جوانان علاقمند که در ازای کار خود پاداش دریافت خواهند کرد بهره مند شود و البته اگر نهضت سواد آموزی به طور جدی در تمام ولایات دنبال شود جز بهترین افراد برای این کار همان داوطلبان آموزگاری خواهند بود همچنین نباید قافل از این نکته مهم ماند که افراد برخواسته از میان قوم خود به این کار تشویق شود. زیرا مثلا یک آموزگار لور در محیط لورستان کارایی مطلقا بهتری خواهد داشت تا اینکه همو مثلا در قوچان به کار باشد. در این حال میتواند جابجایی جایی افراد و محیط نیز از جهت دیگر بهرمند شد. بدین معنا که مثلا یک جوان لور در مناطق شمال خراسان یا یک جوان از طربت جام در جنوب لورستان خواهد توانست از جهت تازگی زبان و گویش ها مجذوب زبان بشود و در نتیجه واژگان بدی و بکر را بیابد و برای کانون زبان فرهنگستان به هر مقام بفرستد من حتی می توانم بسیار بیرو در وایسی عنوان کنم که به افراد در ازار هر واژه پاداش معینی در نظر گرفته و معادل هر واژه مبلغی پرداخت شود به خصوص در چنین ارتباط گسترده است که فرهنگستان خواهد توانست افرادی را با شیفتگی خاص نسبت به زبان شناخته و ایشان را به میدان رسمی فعالیت خود جذب کند و تحت تعلیم قرار دهد که البته باید در نظر داشت که شیوه تعلیم و آموزش نید صرف نظر از آموزش های مقدماتی از درون خود کار به دست خواهد آمد. و در این راه می باید بدون تعصب برخورد کرد با ارزش هایی که از خود زندگی برمی و چه بسا که غنیتر هستند از آنچه آموزندگان به صورت قالبی به عنوان شیوه آموزش پذیرفتند به خصوص که تنوع سرزمین ما اقوام و مردم ما چنین انعطافی را الزامی می کنند. پس با توجه به دستاوردهای عینی پژوهش شیوه های آموزشی تدوین خواهند شد. البته چنین کاری به ظاهر بسیار گسترده و دشوار جلوه می کند و حقیقت این است که ساده هم نیست. اما کدام کار درستی است که به سادگی انجام پذیرند؟ عمده شرایط مساعد انجام کار است از نظر کشور و دولت چون چنین کاری بدون توافق دولت ممکن نیست و دیگر اراده و عشق خردمندان شیفته است که هم اهمیت کیفی دارد. البته اگر بپذیریم که عشق و خرد جمع پذیر توانند بود. و دو دیگر نحوه پیریزی کار و پیوند سالم و سمیمانه متقابل کارورزان است. گرد هدفی مقدس و همگانی. و سپس کار بیپایان و منظم متودیک واجه شناسان آقا خواهد شد در تدوین انبوه واژگان فراهم آمده که باید شناخته شوند، گروه بندی شوند و تدبین یابند که این ساده ترین بخش کار نخواهد بود. بدیهی است که اگر چنین اقدام مهم و همگانی صورت بگیرد، نحوه برخورد نویسندگان و هنرمندان نیز با آن تفاهم آمیز خواهد بود. و نه چون برخورد تقابلی که هدایت مثلا با واجه فرهنگستان زمان خود داشت برخورد خود فرهنگ عوام را در مقابل فرهنگ اشرافی شوونیستی فرهنگستان قرار میداد که هر دو گونه آن برخوردها خالی از تعصب نبودند همچنین برخورد عمومی نیز با زبانی که پویایی آگاهانش را با همیاری خود مردم آغاز کرده برخوردی تفاهم آمیز خواهد بود و رسانه های گروهی نیز ضمن ایفای نقش خود در رواج بخشیدن به قابلیت های تازه زبان با مقاومت پنهان و آشکار مردم مواجه نخواهند شد. چون آنچه به دست آمده و دارد ارائه می شود از بدن زندگی و خود مردم است. همان مردمی که زبان را در گویش های خود نگهداری و نقل کردن و آن را پالوده و پیراستند و گمان می کنن. مردم کرد زبان ایران خورسند خواهد شد که ببینند به جای کلمه هدیه و اخیرا کادو از واژه زیبای دیداری که در زبان آنها رایج است بهره گیری می شود می دانیم که گفتند آرزو بر جوانان عیب نیست و من اکنون که این عبارت را دارم می نویسم چهل و چهار سال دارم و دیگر جوان نیستم اما مگر انسان بعد از دوره جوانی نمیتواند آرزومند باشد و مگر انسان بدون آرزوهای بزرگ میتواند این زندگی تحقیر شده را تحمل کند و مگر غیر از این است که مردم در نهاد خود با آرزوهای بزرگ زندگی میکنند از اینها گذشته ممکن است این آرزوها در دوران ما دور از امکان به نظر برسد اما بی تردید آیندگان با وجه کاملتری به چنین مهمی دست خواهند یازید چون این تنها راه چاره کیفی زبان ماست که اینجا به طور کلی و عام بیان شد. بنابراین من یادداشت خود را با چنین امیدی به پایان میبرم که هسته این مطالب بتواند در موقعیت خاص خودش زه و کنجکاوی خردمندان و شیفتگان نسبت به زبان و فرهنگ ایران را برانگیزد و برخواهد انگیخت چون اندیشه برایند نیاز محیط است کما اینکه پیش از این بسیار کسان به این نکات توجه و کوشش نشان دادن و این کوشش ها پیوستگی داشتند و دارند اگر نکته ای در این یادداشت تازه باشد همانا پیشنهاد شکل منظم و همگانی برخورد با زبان است به مسابه یک پدیدار پویا و نیاز همگانی به آن و نبیش و اگر این یادداشت نیز گم نشد فقط می تواند به عنوان برگه پیشنهادی از طرف این قلم باشد به شیفتگان زبان و خردمندان فرهنگ ایران در آینده چه بسا که قابل نگریستن باشد توضیح خوشبختانه از هنگامی که اندیشه چنین طرحی به ذهن من رخنه کرده در زندان به سال 55 تا کنون بسیاری کوشش های ارزشمند در این زمینه انجام گرفته و آخرین خبر خوش این که هم پای تلاش مستمر و سالیان دکتر علی رواقی و همکاران وی طرح فرهنگ جامعه فارسی زیر نظر دکتر علی اشرف صادقی آغاز شده که موجب خرسندی همگان خواهد بود. سی و پنج ساعت حدود یک بعد از نیمه شب بود که خوابیدم. پیش از خواب برای مادرم چای درست کردم و ریختم توی فلاسک و گذاشتم روی کابینت آشپزخانه تا اینکه او صبح زود که برمیخیزد برای نماز و صبحانه بچه ها را از خواب نیندازد. این کار را همیشه میکنم. هر شب که او به خانه ما میاید، گیج خواب هستم. همین حالا که وضعیتی مثل جن از خواب پریده در حال آماده کردن, آماده کردن چای مادرم. خیلی از دست و او عصبانی بودم. مثل همیشه و در ذهنم به او زیاد ایراد گرفتم و بد و بیراه خودگویی درونی زیاد کردم و رفتم دراز کشیدم. آذر و بچه ها خواب بودند و من مشغول خواندن کتاب انور خامعی شدم به نام پنجاه و سه نفر. به نظرم فصل دوازدهم که راجع به تفاوت بند دو با بند هفت دوره رضاخان بحث می کند و صحبت می دارد از سیاه چالی که با یک تیغه از بند دو جدا کرده بودند برای تیمورتاش که بازاش شده بود و همانجا با قهوه مسمومش کردن و صحبت می دارد از آدمهایی به نام گرکانی و لوزون و بازداشت شدگان دیگر که آنجا می و خیلی چیزهای دیگر بنابراین تا بخوابم یک ساعتی این کتاب را خواندم و بعد از آن هم تا خوابم ببرد نیم ساعتی طول کشید. چون فرهاد یک بار گریه کرد و مادرش برخواست شیرش بدهد و گفت که خودش هم دل درد و تهوع دارد و بعد که آمد به خوابت گفت که حالش بهتر شده و بعد از آن بود که خوابش برد و من هم خوابیدم. بنابراین باید ساعت حدود دو بعد از نیمه شب خوابم برده باشد و حالا که بر اثر کابوس فلج کننده ای در حال کپ از خواب برخواستم ساعت سه و سی بعد از نیمه شب است و برای اولین بار در عمرم با اینکه گیج خواب هستم میخواهم این کابوس را یادداشت کنم چون ارتباط عجیبی به فضای داستانی دارد که دارم می نویسم و قهرمان آن یک شخصیت دوگانه است و بیشتر مربوط می شود به دوران زندان رژیم شاه انقلاب و پس از آن و من قبل از خواب وقتی قلم را گذاشتم کنار که صفحه دوم از ادامه بازجویی را می نوشتم و درماندم که چه اتهاماتی قائل شوم برای دو متهم که نامزد هستند در مقابل بازجو و گفتم می خوابم و بعد فکر می کنم و می نویسم. حس میکنم به محض اینکه خوابم برد دیدم که رفتم به یک عروسی در خیابان امیریه. نزدیک خانه دوستم فتحی و لباس سرمهی تمیزی پوشیده بودم. خانه قدیمی بود و عروسی را خیلی گنگ به یاد می آورم. فقط عمدهش این است که سر آخر که می خواستم از خانه بیرون بیایم احساس کردم که اتفاقی افتاده. یک نفر در حالی که کاردی را بلند کرده بود بزند به دیگری سومی مچش را گرفت و کار جلوی پاهای من بر زمین افتاد که خونین بود و آن شخص از پله های کناره انداخته شده قرمز رنگ بالا آورده شد که دیدم یکی از همکاران اداری است و از مستی و خستگی عرب کرده و در همان حال که میگذشت بار دیگر او دنبال کسی که خودش بود رفت و در حالی که از در برابر من میگذشت اشاره به خودش کرد که در جلویش میرفت و گفت اقلا زد و خواهرشو من گویا که پرسیدم خواهر کیو و او گفت رئیس و دنبال سر همان مردی که خودش بود پیچید از پاگرد طرفی که لابد اتاق بود من دیگر باید میرفتم چون ساعت یازده بود و تنها به عروسی آمده بودم و بچه ها در خانه تنها بودند. خانه که در کابوس همین خانه نبود زمان خواب هم مربوط به حالا نبود و جالب این که این است که وضعیت هم مربوط به حالا نبود چون حالا وسیله داریم و غالبا با ماشین جایی می رویم ولی آن شب همش نگران خوابیدن اتوبوس ها بودم به خصوص این موقعیت زمانی کابوس قرینه میشد با موقعیت بازداشت قهرمان داستان که نامش امیر است از فتی که خیلی گنگ و گم حسش میکردم خداحافظی کردم و به خیابان آمدم تا سوار اتوبوس بشوم و بروم اما وضع خیابان متفاوت بود چون در همان حال یک ماشین آریا شاهین به رنگ آبی سبز که چند جوان سوارش بودند داشت سر بالا میرفت که من دست بلند کردم و نگه نداشت پس من در یک حالت استراب از دیر رسیدن به خانه در همان حال که سربالا می رفتم به طرف خیابان سپه پایین دست را هم نگاه می کردم تا اگر یک وقت ماشینی چیزی آمد آن را از دست ندهم. اما خیابان تاریکی وهمانگیزی داشت و از ماشین هم خبری نبود. در همین حال یک پلیس جوان موتورسوار آمد و من دست بلند کردم. او کنارم ایستاد و من با ترس زمینی از احتمال بدگمانی او نسبت به خود از او نشان خط اتوبوس شهری را گرفتم. در حالی که تقریبا می دانستم بالا ترک باید ایستگاهی باشد و شکف کردم از اینکه تاکسی ها چرا تا دیر وقت کار نمی پلیس راهنمایی جوان و موتورسوار که چهره گرد و نسبتا مهربانی داشت گفت که بهتر از خودم را به آخرین اتوبوس برسانم چون که مشکل تاکسی گیر بیاید و من تازه متوجه شدم که بلیط اتوبوس ندارم پلیس جوان, را جوان راهنمایی گفت که بلیط دارد مونتا بابت آن باید پنج قران یک تومانی بهش بدهم من قبول کردم و دست بردم توی جیبم و مقداری پول خورده بیرون آوردم و او هم بلیط هایش را درآورد که دسته ای بودند و وقت باز شدن مثل بالهای کبوتر از هم گشوده شدند من اول یک بلیط بعد دو تا و بالاخره هشت بلیط جدا کردم و چهار تا سکه به او دادم که شک داشتم یک تومانی یا دو تومانی باشند و در همان حال یادم بود که دو تومانی های زمان شاه از سکه افتاده و جمع شده و طرح تازه قدس را روی سکه ها می دیدم. بلیت را که در دست هایم جمع کردم از پلیس جوان تشکر کردم و دویدم طرف اتوبوس که داشت آخرین مسافرها را سوار می کرد وزیر تاق قدیمی ورودی باغ ملی ایستاده بود جالب این است که در وضعیت عادی اگر از امیری بالا بیایی میرسی به چهارراه سپه و از سر چهارراه که بیستی باغ ملی قدیم در طرف شرق قرار میگیرد و تاق دروازهاش هم جنوبی است اما در کابوس من باغ ملی در طرف غرب قرار گرفته بود و دروازهاش هم غربی بود به طوری که اتوبوس اگر میخواست برود طرف سلسبیل باید در زیر تاق دروازه می که ایستاده بود و داشت مسافرها را سوار می من دویدم که برسم اما نرسیدم و اتوبوس رفت. من معیوز شدم و خودم را کشیدم کنار. از روی پله های که در دوره آلمان ها ساخته شده بالا رفتم و کنار دیوار قرار گرفتم و نمیدانم چطور شد که ناخداگاه احساس کردم جمعیت انبوهی آنجا هستند و من در میان شانهایشان هستم. قابل توجه این که در سال 57 من و پسرم سیاوش رفته بودیم به تماشای تظاهراتی که جلوی پوزخانه انجام می به طرف میدان توبخانه و جالبتر اینکه در داستانی که دارم می نویسم به ساختمان های ساخته شده در عهد آلمان در ایران اشاره می شود و یکی از محیط های عمده داستان زندان موقت شهربانی قدیم کمیته کذایی است و نکته جالبتر از این امکان جابجا جا شدن مکان و جهات اصلی در شرایط داستانی است و از نظر خودم نزدیکی پیوند صحنه های کابوس با شیوه است که من در داستانی که می نویسم انتخاب کرده که به بیان کابوس گونه نزدیک است. برای همین در آن شب خلوت ناگهان خودم را در میان جمعیت انبوهی دیدم که برای عروسی در سالن محلی که بیرونش همان ساختمان پست و تلگراف بود جمع شده بودند و کاملا مردم عادی بودند و چون جا تنگ بود در بیرون در ایستاده بودند و تک و توکی هم با من سلام علیک می کردند و مثل اینکه روز باشد همه چیز روشن بود من خسته بودم و جای نشستن نبود و حتی یک چای هم نبود که بنوشم و حتی یک لیوان آب درست مثل همان روز تظاهرات که من با مشقت برای سیاوش یک لیوان آب گیر آورده بودم شانه هایم در میان جمعیت فشرده می شد. جمعیتی که از حدود مهمانان یک عروسی خیلی بیشتر بودند و با توجه به اینکه تمام جماعت یک نواخت و یک دست مردم معمولی بودند من به یاد راه آهن چارا عباسی و دمونستراسیون های تودهی آن سالها که شنیده بودم و ندیده افتاده بودم. حتی طرح لباسها ها کتهایی با یغه های پهن و پادامن های راست. رنگ های خاکستری لباسها و طرز آرایش موها که روی شقیقه ها را کوتاه می کردن و از طرف چپ فرباز می کردن. و غالبا هم کاکل های فری بودند. و من این تصویرها را قبلا در فیلم های خبری قبل از 28 مرداد دیده بودم و جالب این که بعضی, از این افراد شناسا به من می که با آن کت و شلوار تیره و شیکم در میانشان ایستاده بودم خسته شده بودم و یادم رفته بود که باید به خانه می رفتم. اما در این حال مسترب بودم و یک آن آسودگی نداشتم در همین حال چشمم هم افتاد به یک ماشین پلیس که مثل ماشین های فرودگاه بود که پای هواپیما می آمدند و من دو بار سوارشان شده بودم. ماشین که ترمز کرد پلیس ها خیلی پکر و دستپاچه بودند و با دستگاه های کوچک فرستندهشان پیام رد و بدل می کردن. درباره اتفاقی که افتاده بود و مراسمی که باید برپا می شد. و در همین حال جمعیتی که متفاوت بودند از لحاظ ظاهر لباس و آرایش و بیشتر مردها بودند نزدیک ماشین پلیس جمع می شدند و این جمع شدن دم بود و همه تقریبا لباس مشکی پوشیده بودند و کفشهایشان برق میزد و ریشهایشان تراشیده بود و موهایشان تمیز و مرتب و شانه زده بود و من داشتم نگاهشان میکردم و توجه هم جلب شده بود و در همین حال چشمم افتاد به همان اتومبیل که در خیابان امیریه جلویش دست بلند کرده بودم نگه داشته و یک زن میانسال را پیاده کرده بود و رانده بود در حال خنده و تمسخر به طرف بالا که رنگش چیزی بود بین سبز و آبی یا مخلوطی از هر دو و آن اتومبیل در آن طرف خیابان طوری که انگار منحرف شده باشد چسبیده بود به جدول خیابان درهایش باز بود و سقفش به اندازه ته یک دیگ بزرگ گرداگرد سوراخ شده بود و کنارهای پارگی سقف دوخت سوخته بود و همچنین روی سندلی ها خون با دود و خاکستر قاطی شده و مثل آب دوده بود و من همچنان از بالای پله ها و روی سر جمعیتی که راه افتاده بودند در سربالایی پله ها به اتومبیل نگاه می کردن. که احساس کردم با فشار جمعیت دارم رانده می شدم به طرف در بزرگ ساختمانی که انگار مجلس سنا بود و در همین وقت بود که یکی از مردهای دم در پوزخانه که همراه جمعیت سرازیر شده بودند طرف خیابان از پله ها و حس می کردم که بچه چهار راه عباسی باید باشد اوریب به من نگاه کرد و با تنه گفت آقا محمود داری میری؟ اون طرفی که خوشتر بگذره و من نتوانستم جوابم را به گوشش برسانم که تشنم خیلی تشنم چون آن مرد سالهای بیست و هفت در میان موج جمعیت به نزدیک جدول هاشی خیابان رسیده بود و من در آستانه در بزرگ چند تنی امارت بودم و داشتم هل داده می شدم به درون و هل داده شدم. اما ساختمان درونی عمارت بسیار جالب بود در واقع چیزی بود که اگرچه ظاهر بیرونیش به جلوگاه مجلس سنا میمانست اما داخل آن هیچ وجه تشابهی با داخل مجلس سنا که من بارها روی صفحه تلویزیون دیده هم نداشت مگر همان روح اشرافی حاکم بر آن چون داخل امارت دارای ستونهای مدور کلاسیک بود چیزهایی مثل ستونهای رومی یونانی تخت جمشید و در عین زرافت آمیخته به بچی از خشونت کفهای پوشیده شده از فرشهای قرمز رنگ که حس میکردم نمیتوانند ساخت هنرمندان و صنعتگران خود ما باشند در انتهای تالار حس میکردم محراب واره است که شبیه هیچ یک از محرابهای ادیان اسلام مسیح بودا یهود و زرتشت که دیدم نبود اما تلفیقی از همه آنها بود. در واقع درون تالار و ابعاد داخلی آن تلفیقی بود از کلیسا، مسجد، کنیسه، معبد، آتشکده با تزئینات بیرونی که خالص آمریکایی بود و این قبیل معماری بعد از سال چهل در ایران باب شده بود. حالا فضا باز بود و جماعت کثیر شیکپوش را به راحتی در خودش جای میداد و من در میان آن همه جمعیت سیاه بوش تنها بودم و چشم میگردانیدم تا مگر آشنایی بیابم و نمیافتم. به همین سبب و به خاطر نجات از آن تنهایی پرستراب غالبا یا تکیه به ستونی میدادم یا پشت آن قایم میشدم. چون دلم میخواست از چشم بیگانه در امان باشم. اما مقدور نبود و من مثل وصله ناجوری بودم که به هیچ وجه با محیط نمیتوانستم همسان شوم. پس فقط در فکر گذراندن آن لحظه های پر استرا از سر خود بودم و جالب این که فکر بیرون رفتن از در ورودی را هم نمی توانستم به سرم راه بدم. چون دو طرف در مثل چیزی که گارد سویل ایستاده بود و مقامات گوناگون در هیئت و قواره متفاوت اتصالا وارد تالار می شدن و من پاره های ای از لحظه هایم را با تماشای آنها می گزارانیدم. تا بدان وسیله بتوانم حضور خود را در چنان جمع و محیطی توجیه کنم ولابد قدری عادی بنمایم اما این لحظه ها بسیار کوتاه بودند و من ناچار بودم این نمایش مهیب را که گویی نقش یک نقش بر عهده من واگذار شده بود تا بیاورم خوشبختانه دیری نکشید که توجه همه حضار به درهای ورودی تالار جلب شد و من هم که بیخ دومین ستون هم با جرز چپ ورودی ایستاده بودم به تماشا برگشتم. اما تازه واردین شکل و قواره عجیب و غولاسا داشتند. اول اینکه که بگویم آنها چهار نفر بودند که سه نفرشان رداهای بلند و لباسهای رسمی به تن داشتند با عرقچینهای شبیه تاتاری و این سه نفر درست شبیه سه موشک یا مناره بزرگ و متوسط بودند که وقتی وارد شدند در آستانه تالار توقف کوتاهی کردند و برای جمعیت سری به علامت سلام اما پر از نخوت و غرور تکان دادند و بیدرنگ راه افتادند به طرف محراب انتهای تالار سر راهشان کاملا باز بود من ابتدا از دیدن قواره آنها تعجب کردم اما بعد ترسیدم چون وقتی به نزدیکم رسیدند برای اینکه ببینمشان مجبور بودم از پایین به بالا نگاه کنم و میدیدم که نوک سرهایشان تا زیر سقف بالا رفته و صورتهایشان پر و بیحالت است و به کلگی مورب یک مناره یا موشک شبیه است. چشمهایشان هم هر کدام مثل یک تخم قاز و بیحالت بود و فقط به جلو نگاه می کرد و راه رفتنشان هم چنان هموار بود که انگار چرخ داشتند و روی ریل برده می شدن. اما چهارون نفر خیلی عجیب و قریبتر مینمود. می او همچنان جسته و هیکل درشتی داشت که آدم فقط در خواب یا کابوس می تواند چنان ابعادی داشته باشد. و غریبتر تر این که او دقیقا شکل و قواره ماکسیم گورکی را داشت در پیراهن بلند و سفید قذاقی. کمربند باری که بسته به کمر، چکمه، سبیل، موهای انبوه و سیاه، صورت مکعب و استخوانی، و دستهای بزرگ که خودش چیزی بود شبیه گاردایف داستان میراساش. عجیبتر این که گورکی نسبتاً سال خورده بود اما قواره و آرایش جوانیهایش را داشت یعنی قواره دوران ولگردیش را. او که همدوش سه مرد رداپوش وارد شده بود برخلاف آداب خوش که آنها نسبت به حاضران خیلی احترام ابراز می کرد. خم و راست می شد به هر سو و در این رفتار قلوب آمیز می نمود. من که با دیدن او احساس می کردم، آشنایی یافتم خودم را از پناه ستون بیرون آوردم و او جواب مرا با تعظیم قرایی داد و گذشت و من در این فاصله کوتاه توانسته بودم از او چهره خشک و عبوس و نامهربان ببینم که به ابراز لطف تظاهر می کرد و عجیب آنکه در همان حال شک بردم که او آن گورکی که من می شناسم نیست و او هم همدوش است مرد رداپوش منارهی رفت و در ته تالار از نظرم دور شد. پس گورکی هم گورکی نبود و نمای او بود. برای همین من تعجب کرده بودم از تعظیم های شداد و قلاز او به جمعیت شیکپوش که به نظرم سبوک سرانه می نمون. بنابراین بار دیگر به پشت ستون پیچیدم و به شبستان واره شانه راستم نگاه کردم که زنهای شیک سیاه پوش در آن جمع بودند تا مگر بتوانم استثناعاً چهره ای آشنا ببینم. این را خوب می دانستم که زنهای سیاه پوش جمع شده در شبستان کاست و طبقه جداگانه و ممتازی دارند و بعید از آشنایی در میان آنها بیابم. اما به هر حال چاره نداشتم و در آن محیط من غریقی بودم که دست به هر تخت پاره ای میانداختم. چه بسا مثلا کسی مثل نویسنده زنی اشرافی که من میشناختمش در میان آنها می بود. اما نه، هیچ آشنایی نبود. در همین دلهوره و نگرانی ها بودم که گورکی نکره با یک سینی چای پیشم آمد و دیدم که او چایگردان مجلس شده و یک سینی مدور آبطلا را با استکان و یک لیوان که تا نیمه چای داشت جلوی من گرفت. من عادت دارم که در استکان کوچک چای بنوشم. این بود که دست دراز کردم تا یک استکان چای بردارم. اما او سینی را گردانید و اشاره کرد که لیوان چای را بردارم و من به حکم نوعی تکلیف لیوان چای را برداشتم. با بشقاب زیرش و تازه متوجه شدم که تشنگیم را فراموش کرده بودم. در هر حال لیوان چای و بشقاب زیرش مستمسک خوبی بود برای اینکه من بتوانم به یاری آن توی تالار و عمدتا در شبستان اصلی طرف راست راه بروم و عادی جه بکنم و خودم را در چشمهای بیگانه توجیه کنم. و در همین راه رفتن و در انتهای مسیر بود که به ته شبستان رسیدم که دری به اتاقی دنج باز می شد. خلوت گزینی خوی دیرینه من است و برای همین به جستجوی لحظه امن و آسوده وارد اتاق شدم که دور تا دور آن هشت نه مرد غالبا ریزنقش و شیک سیاه پوش روی سندلی های لهستانی براغ نشسته بودند. وارد شدم، سلام کردم و در کنار در در شانه چپ ایستادم به نوشیدن تهمانده لیوان چایم و چشمهایم چارچار میزد روی چهره مردها که عمدن مرا به بیعتنایی تلقی کرده بودند و سرگرم حرف و گپهای خودشان بودند. و من احساس کردم که آنها پلیس مخفی ساواک هستند و برای همین بود که دلم میخواست یکیشان بازرویم در سال 53-54 باشد به نام رسولی یعنی تا این حد نیاز داشتم که یک آشنا را ببینم و حداقل به او بگویم چطور شده که من به این تالار عجیب و میان این مردم قریب آمده شدم اما رسولی هم نبود در حالی که از روز, از روز برایم روشنتر بود که آنها یک تیم پلیسی هستند که در آن اتاق دارند مثل چیزی که شیفت استراحت خود را در حین آماده باش میگذرانند اینجا بود که احساس کردم با توجه به اتفاقی که رخ داده است در چه محیط مهیبی دچار شدم و بی اختیار بغض کردم و به حال خودم گریه گرفت و دلم میخواست که آنها به من رحم کنند و درک کنند که من هیچ تقصیری ندارم و روح هم نیز از واقعی که رخ داده خبر ندارد و خوب است که آنها دست کم بر حسب شغل و وظیفه خود از من چند تا سوال بکنند تا من عین واقع را بگویم و دلم را خالی کنم اما آنها علاقمند نبودن چیزی بپرسن و فقط با زن و بدگمانی به من قریب نگاه میکردند. یکی دو نفرشان هم می میزدند و چون گریستن من آشکارتر شد یکیشان به دیگران نشانم داد گفت آقا رو واسه چی گریه؟ و من که دیگر به حقه افتاده بودم با دشواری و دلسوزی گفتم جناب سرهنگ برای جناب سرهنگ مرحوم که در آن فاصله حس کرده بودم این مراسم به مناسبت فوت یک مقام بلندپایه ترتیب یافته و شلی که خنده دست جمعی هشت نه نفر از خجالت آبم کرد اما این مانع گریم نشد و من شروع کردم به باز هم گریه و گریه که در همین وقت ناگهان شلی که تیری در فضا تنین انداخت و هشت نه مرد سیاه فلفور دست به سلاح کمری خود بردند. مرا کنار زدند و دویدند و من هم در پی ایشان از اتاق دنج به درگاه بیرون آمدم. جالب این که از ورای دیوار نامرئی توی خیابان را می دیدم که درگیری و زد و خورد رخ داده. بین همان مردمی که در ساختمان پست و تلگراف عروسی به راه انداخته بودند و ادامه مردهای شیک سیاه پوش جلوی در مجلس که لابد ازادار بودن. جایی که حالا در کابوس من چسبیده به ساختمان پست و تلگراف بود و من بچه های راهان و چهارراه عباسی را دیدم که دارند زد و خورد میکنن با این سیاه بوش ها و دویدم داخل شبستان و تالار. از این ستان به اون ستون و از این شبستان به آن یکی. نمیدانم کجا میخواستم بروم و نمیدانستم میخواهم چه بکنم اما این را میدانستم که میخواهم خودم را از آن تالار مهیب یک جوری بیرون بیاندازم اما در همین لحظه بود که صدای چکاچک شمشیر و قمه برخاست و راه گریز را به صورت زردری ساخته از دو تیغ شمشیر رومی دیدم که دستهای دو پسرک دوازده سیزده ساله قبضهای آن را چسبیده بودند و به گمان خودشان من را دستگیر و اسیر کرده بودند و آن دو پسر بچه نوجوان لباس بلند سیاه زنجیرزنی روزهای آشورا تاسوها در برداشتند و با سراحتی که از دو پسر بچه بعید بود پرسیدند کجا داری فرار میکنی؟ من میخواستم بگویم قصد فرار ندارم اما نتوانستم چون گویا لال شده بودم یا صدایم در نمیامد برای همین بود که آنها مرا به راه انداختند طرف راه زیرزمینی که به جایی مثل یک حوزخانه تاریک می پیوز. و آنجا دم در مرا تحویل دو جوان 16-17 ساله دادند که تازه تحریششان در آمده بود و چهره های زیبا و معصومی داشتند و لباس زیتونی تنشان بود و فورا فهمیده میشد که دارن زیر دست گروهبان کسی که شبیه گروهبان مرادی زندان بود کارآموزی می کنن. و علاوه بر آن من کسانی را از شکم به پایین می دیدم که جا به جا زیر سقف کوتاه شکنج خانه به نظاره ایستاده و خاموشند جوانهای خوشچهره و معصوم مرا از دست آن دو تا طفل نوجوان تحویل گرفتند و با باور شادمانه ای کشانیدن طرف دستگاه و بستندند و بدون آنکه سوالی پیش بکشند گروهبان زندان دستگاه را وز کرد به زانوهایم و رعشه سریع به تنم افتاد که هی hey, قط و وز می شود. و بار سوم فهمیدم که این دستگاه شوک الکتریکی است و اولین اثرش این بود که مرا کلا از زبان انداخته این بود که هرچه میکردم تا حرف بزنم صدایم در نمی آمد و بغض عجیبی گلو و سینم را بسته بود. فقط گهگاه می توانستم صدای ضعیفی مثل صدای یک موش به التجا از ته گلویم در بیاورم. اما این صداها برای آنها اهمیت نداشت و اصلا نمی چیزی بشنوند و سؤالی نبود و فقط شک میدادند و می گفتن اسم و آدرس رفیقاتو بگو. زود بگو، زود بگو. و من صدایم بریده شده بود و لال شده بودم و نمی توانستم حتی یک کلمه بگویم که چه وضعیتی داشتم و نمی توانستم بگویم که هیچ دخالتی در هیچ جریانی نداشتم و شاید از چشمهایم خوانده بودند که اتهام را قبول ندارم که یکی از آن جوانهای خوشچهره شروع کرد به دمیدن روی شست انگشتش و صدای نی در آورد و گفت که بله ساعت یازده شب با لباس شیک در گوشه و کنار خیابان به همدیگر با سوت علامت می دهی. آه. این دیگر بیشتر داشت قفه هم می میکرد چون لباس شیک تیره را من برای رفتن عروسی پوشیده بودم اما آنها مجال حرف زدن به من نمیدادند و من هم بر اثر شکها از زبان افتاده بودم و این خودش باعث میشد که آنها فکر کنند من دارم مقاومت میکنم و هی عمل شک دادن را تکرار میکردند و من داشتم خفه میشدم و میمردم که از خواب بیدار شدم عرق چهرم را پاک کردم اما نتوانستم از جایم برخیزم چون پیش از خواب قرص مسکن خورده بودم و به جبران بیخوابی هایم باید میخوابیدم و نمیتوانستم پلک از روی هم بردارم و سرم گیج و سنگین بود بنابراین باز خوابیدم و بلا فاصله شوک وس شد و تشنج تمام تنم را فرا گرفت باز بیدار شدم و باز نتوانستم از جا برخیزم و دوباره سر گذاشتم و خوابیدم و باز بلا فاصله شکر را گروهبان و دو تا از دستیارانش به زانوهایم وز کردند و من نره های بی صدایم را که به گوش هیچ کس نمی رسید رها کردم. جیغ و جیغ و جیغ بی فایده و بالاخره احساس مرگ. و باز بیدار شدم و این بار دیگر جرأت نکردم بخوابم. برخواستم و نشستم و سرم را که همچنان سنگین بود میان دستهایم گرفتم و لحظه ای در کرختی ماندم و بعد از آن برخواستم و رفتم روشویی در این فاصله فکر کردم به ریشه های این کابوس و فکر کردم که چرا چنین کابوس وحشتزایی به سراغم آمده و بلا فاصله یادم آمد که داستان را در آنجا ناتمام گذاشته بودم که بازجو سوالی بدین عبارت جلوی امیر کلونل میگذارد که هویت شما محرز و مسلم است کلیه روابط خود را با گروه های خرابکار و افراد مضمون از آغاز فعالیت های خرابکاران خرابکارانه خود شهر دهید و من در پیرامون کم و کیف چنین سوالی یک صفحه نوشته بودم و چون مغزم خسته شده بود فکر کرده بودم بماند برای نشست بعدی که درباره نوع اتهام قهرمان داستانم عمیقتر بیاندیشم تا بتوانم اتهامی با ابهام بیشتر برای او پیدا کنم و چون کابوس خود را یک بار مرور کردم متوجه شدم که این همان چیزی است که من امید یافتنش را به خودم داده بودم و با همه گیجی سرم آمدم به اتاق کارم نشستم پشت میز و شروع کردم به نوشتن. اما تا مقطع زیر تاق باغ ملی بیشتر نتوانستم بنویسم چون سریعا سرم گیج رفت و هوا هم تازه روشن شده بود و ترسیدم که مبادا به سختی بیمار شوم رفتم دراز کشیدم هشت و سی دقیقه پا شدم رفتم دفتر انتشاراتی که ناشر محترم طبق معمول بدقولی کرد و نیامد و بازگشتم و بعد از ظهر نشستم به یادداشت بقیه ماجرای کابوس و آنچه برایم جالب است و متاسفانه توضیح شدنی هم نیست و از لحاظ مطالعات روانکاوانه می بینهایت جالب باشد مقوله شباهت هاست. شباهت محیط داستان، نوع پرداخت و بافت آن با محیط، نوع پرداخت و بافت کابوسگونه و همچنین شباهت بین نشانها و سمبولها در واقعیت داستانی با کابوس هم و عمدتا یگانگی نوع نگرش در سبک نوشتن داستان و شیوه درگیری با چگونگی کابوس چنان این اجزا در هم بافته و پیچیده است که گویی من آن چرا که میخواستم در بیداری با عنوان کابوس کلونل بنویسم در خواب تجربه اش کردم تجربه سخت که تمام سمبل هایش در زندگی مادی و روحی خودم مبانی عینیش روشن است و تشریح کردن آن مصنوی هفتادمن کاغذ خواهد شد. شگفت از امکانات پیچیده ذهن توانای آدمیزاد. در هر صورت که من خوشبختانه تیان کابوس وحشتبار جان سالم به در بردن و حالا شاید بتوانم از این کابوس به منزله مایه و جنبه وهم زده داستان خود استفاده کنم. چون آنچرا که ذهنم در خواب ساخته همان چیزی است که من آرزوی آفرینشش را در داستان داشتم.